جنرال صاحب عبدالرزاق شهید، فردی که همچون قهرمان ملی در یک عمر کوتاه خود توانست با مبارزه، با استادگی و با دفاع از کلیت کشور به نام افغانستان و با یک مفکوره بسیار بلند استقلال طلبی، خود را تبدیل به یک قهرمان، خود را تبدیل به یک هویت ملی بسازد. شهادتی فرزند واقعی سرزمین ما را در قدم نخست به خانواده محترمشان، برادر گرامیم کادین خان، لوی قندهار و مردم بزرگ و معزز قندهار و همه مردم افغانستان تبریک و تسلیت میگم. همه بزرگا صحبت های عالی داشتن، جناب استاد بزرگوار یادآوری کردند که شهادت یک ارزش است و هنوز بعض امو شعارها را وقتی که ما در ویدیوها و در کتابها می خوانم که در دوران جهاد مجاهدین می گفتن ملتی که شهادت به اسارت قبول نمی کنه و یا ملتی که شهادت به نتیجه می رسه، شهید ما نه تنها نقطه ضعف ما نیست بلکه نقطه قوت ماست و این شهیدها درخت آزادی، استقلال طلبی و درخت تمامیت ارضی به نام افغانستان را تقویه میکنند. پس این شهادت به همه شما بزرگوارا، رهبران گرامی و مردم افغانستان هم تبریک و تسلیت عرض میکنم. اما قسمی که گفته شد، جنرال صبرالرزاق جز شخصیت هایی است که به شکل طبیعی تبدیل به یک سمبول وحدت ملی شد. این خدمتتان از این جهت میگم که با یک دید فراخ و با یک احساس پاک وطنی، شاید که هیچ وقتی او شکلی که باید و شاید سبب خدمت در شمال یا شرق یا غرب افغانستان نشده بود، حوزه مسئولیتش در او عمر کوتاهی که خداوند نصیبش کرده بود در جنوب افغانستان بود. اما شما میبینین که وقتی که بچه های مقاومت در کوهپایه های هندوکش در مقابل دشمنان جنرال رازق جنگ میکنن، مقاومت میکنن، همی 3 سال گذشته و شهید میشن، تیشرت و لباسی در جانشان است که عکس جنرال رازق شهید در او دیگه ترسیم شده. وقتی که بچه های بدخشان مبارزه میکنن، عکسی در سینه هایشان نقش بسته که عکس جنرال رازق هست. این نشان میده که چطور یک مبارزه واقعی، نیت واقعی، تلاش واقعی و یک حس استقلال طلبی به خاطر افغانستان و جلوگیری از تجاوز بیگانه ها سبب یک محبوبیت عمومی بدون هیچ گونه تبلیغات و دیگه بدون دستگاه میده. لحاظا این شهید ما با چنین مبارزه صادقانه در مقابل بیگانه و مزدورهای بیگانه تبدیل به چنین یک سمبول شد و امیدوار هستم که امروز ما با آموختن از چنین قهرمان ها و مسیر مبارزه اینها به یاری الله قدم به قدم بریم به طرفی که وحدت ملی خود تقویه بکنیم، مسئولیت ملی خود انجام بدیم و بار دیگر افغانستان خانه همه افغانها و تبدیل به یک کشور شبکه صاحب یک دولت مقتدر مستقل مردمی مشروع شود. و این خواستی بود که استاد شهید داشت، احمد شاه مسعود شهید داشت، استاد مزاری شهید داشت، بیگ شهید داشت، جنرال رازق شهید داشت، آیس قدیر شهید داشت و هزارها هزارها شهید دیگر. نکته آخری را که اینجا یادآوری میکنم و بیشتر وقت حضار گرامی را نمیگیرم، مسئله مبارزه و استادگی جنرال صبرالرزاق است و تا زمانی که استاد بود دشمن نتوانست که قدم پیش بود و در یک توطئه، من هنوز این مسئله را توطئه میدانم، اما قسمی که جناب استاد بزرگوار و استاد محقق فرمودند این قصه بسیار مشکوک هم است. چطور یک قهرمان ما شهید میشه اما نمیفهم یک خط و پیشانی یا بروی یک کس دیگه نمیفته، اما اونمو فردی که یک صد در مقابل بیگانه ها و متجاوزین است از ما گرفته میشه و شهید میشه. اما تا وقتی که هست
مثل یک اهرم و کوه در مقابل تجاوز استاد است. بدون شک تا وقتی درخت آزادی با چنین خونهای آبیاری میشه، دوباره امید ثمری هست، دوباره امید پیروزی هست و دوباره ما شاهد یک افغانستانی که به خاطر او افغانستان ما جنرال رازق های را، احمد شاه مسعود های را، استاد ربانی های را و دیگر شهیدای را ما دادیم، انشالله بار دیگر شاهد او خواد بودیم. از همه حضار گرامی و دستندرکارانی برنامه تشکری میکنم. نفس برگزاری چنین مجلس و یادآوری های از شهدای ما بی نهایت مهم و ارزشمند است و در رسیدن به امی هدف کلان کمک میکنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.